ارنست کوپر جانز، عکاس هلندی، برنده جایزه اول سری مجموعه عکس از لنز کالچر در سال 2020. موضوع مجموعه فروخته شد. بردگی در قرن 21. فروخته شد مجموعی از 27 پورتری قربانی های ناشناس قاچاق انسان در هلند است. پورتری ها در اتاق پناهگاه های این زنان و مردان که شاید به طور موقت امنیت و خانه ای برای زندگی بهتر پیدا کرده اند عکاسی شدند. لباس هایی که پوشیدند اغلب تنها دارایی آنهاست. پورتری ها تلاشی برای اشتراک بین من و تجسم تصویری شرایط آنهاست. ما ایده هایی را با همکاری هم به اشتراک گذاشتیم تا پورتری‌هایی بسازیم که قدرت و زیبایی آنها را به تصویر بکشد، نه اینکه تصاویری از قربانی بودن باشد. قربانی بودن توصیف این انسان‌ها نیست. اینها انسان‌هایی مثل ما هستند، افرادی که اتفاق وحشتناکی برایشان رخ داده است، افرادی که بسیار قوی هستند. عزم و شخصیت بسیاری نیاز است تا آنچه برایشان رخ داده است را زندگی کرده باشند. آنها افرادی امیدوار و آرزومند هستند و امیدوارم آینده بهتری پیش رویشان باشد. تنها شرط این افراد برای عکاسی پورتره این بود که برای حفظ هویت خود باید ناشناس بمانند، به دلیل اینکه هنوز در معرض خطر هستند. پلیس و دادگستری در حال بررسی پروندهشان هست و 90% عاملان هرگز گرفتار نمی شوند. 2.5 سال روی این پروژه کار کردم. این پروژه از زمانی شروع شد که حدود چند سال پیش به صورت غافلگیر کننده‌ای متوجه وجود پناهگاه قربانیان قاچاق انسان در آمستردام شدم. هرگز فکر نمی کردم که چنین مسئله‌ای در هلند رخ داده باشد. می خواستم بیشتر بدانم و شروع به تحقیق کردم. زمان زیادی طول کشید تا توانستیم با این افراد شجاع ملاقات کنیم و حتی بیشتر از آن اعتماد آنها را برای ساختن پورتری‌های آنها به دست بیاوریم. داستان‌های شخصی وحشتناک زیادی در این مورد شنیدم و آمار و حقایقی در مورد قاچاق انسان در سطح محلی و جهانی کشف کردم که ویرانگر و غیر قابل تحمل است. آموختم که برده‌داری و قاچاق انسان چیزی نیست که فقط در کشورهای دوردست اتفاق بیفتد. در حقیقت یک مسئله جهانی است و مهم نیست که ساکن کجا باشیم، در اطراف همه ما وجود دارد. افرادی که پورتری آنها را عکاسی کردم توانستند پناهگاه خود را ترک کنند و به زندگی عادی بازگردند. امروز در این پناهگاه دیگران جای آنها را پر می کنند. این یک جریان بی پایانی از قربانیان است.